قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بگوی مرگ که شما از او فرار میکنین بالاخره او را ملاقات میکنین و به سر راهتان میرسن. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در هر جایی که باشین بالاخره مرگ به سراغ شما میآید، اگرچه در قصرهای بسیار فولادین و در قریه های بسیار محکم هم اگر قرار داشته باشین، بالاخره از پنجه مرگ نجات پیدا نمی کنه. پس ای کاش که مرگ از بین رفتن ما و تو می بود، خاک شدن ما و تو می بود، نیستی و نابودی ما و تو می بود، کدام گپ نبود، کدام اشکال نبود. زندگی کردیم، رفتیم، خاک شدیم، از بین رفتیم. ولیکن انسان در حقیقت مرگ اگر نظر اندازی بکنه، مرگ در حقیقت یک تولد جدید انسان است، برادر اسلام. تولد جدید در دنیای جدید، دنیایی که با این اعمال خود ما او را آباد کردیم. اگر نیک بود نیک است، اگر بد بود بد است و زشت است. پس همین قسمی که ما در رحم مادر پیدا میشیم و بالاخره خواسته و نخواسته در این دنیا انتقال میکنیم با ولادت، به عین شکل یقین بکنین برادر اسلام که در قسم ما در نمی دنیا زندگی میکنیم، با فرارسیدن مرگ تولد جدید در دنیای جدید ما انتقال میکنیم. پس قضایای مرگ و قضایای بعد از مرگ متوجه باشیم که جمله مهمترین قضایای هست که الله رب العزت به خاطر ابلاغ از او، به خاطر بیان از او، به خاطر یاد دهانی از او، انبیاء علیهم السلام مکلف کرده، انبیاء علیهم السلام مکلف کرده که تا انسان ها را از این قضایا آگاه بسازه، خبر بسازه، که تا انسان به این فکر نشه که گویا مرگ در حقیقت نیستی و نابودی ما می باشه و مرگ در حقیقت خاک شدن و از بین رفتن ما می باشه، بلکه انسان باید بدانه که با مرگ از بین نمیری، با مرگ نابود نمیشی، با مرگ خاک نمیشی، بلکه با فرارسیدن مرگ ولادت جدید تو من حیث انسان صورت میگیره. پس به می جهت است برادر اسلام که در رابطه با این قضایا زمان ما و شما میتونیم که یقین بکنیم و حیات و زندگی خود مطابق از او عیار بسازیم. چرا تولد جدید، زندگی جدید، جهان جدید ارتباط مستقیم با اینمی اعمال داره که ما در این دنیا انجام میدیم. پس تنها مثلا قضیه مرگ و طرح نمی باشه، بلکه ما باید که خود قسم عیار بسازیم که بتانیم با وسیله مرگ یک حیات و زندگی سعادتمند، خوشبخت، آرام و پر از خوشی و سرور داشته باشیم. و انبیاء علیهم السلام میاین و ما شما را خبر میدن که انسان ها متوجه باشین که اگر متوجه اعمالتان نبودین، کارهای زشت را انجام دادین، مرتکب اعمال بد شدین، با یقین بدانین که عذاب و جزا و عقوبت برای خود جمع کردین دیگه. یکی از علما بسیار خوب مثال میداد از جمله عذابهایی که الله رب العزت همه ما شما را در جهان آخرت و یا برزخ نگاه بکنه، برادر اسلام، یکی هم عذاب خزنده های بسیار خطرناکی هست که در او جهان است دیگه. نمونی از این ما در این دنیا هم داریم، مار داریم، گشتم داریم، الله رب العزت ما شما را نگاه بکنه، از مار میترسیم، از گشتم میترسیم، در حالی که خود ما نمیفهمیم که اعمال و کردار را که انجام میدیم باور بکنیم که از ما را گجدم کرده هم بدتر است. پس او عالم میگفت که نمی ما را گجدمه که در جهان برزخ و یا در جهان آخرت بر انسان مسلط میشه، این در حقیقت نمی ما را گجدم است که ما در این دنیا تیارش کردیم دیگه. با این زبان مردم را نیش زدیم،
و هی زبان که مردم هم نیش زدی بس متوجه باش که در جهان نیش زده میشی توسط چی؟ توسط همی عمل خودت. پس قضیه ایمان به انبیاء علیه السلام متوجه باشیم برد اسلام که جمله مهمترین قضایه هست که الحمد از چندین هفته به ایسو ما در رابطه با او صحبت کردیم و اکثریت قضایه که متعلق به ایمان بودن به انبیاء علیه السلام میشه یک و یک در خلال هر هفته مفصلا او را شرح دادیم و بیان کردیم. چون ما شما تقریبا در آخرین هفته های ماه شعبان قرار داریم، ماه شعبانی که بعد از او ماه مبارک رمضان فرا میرسه، ماه خیر و برکت، ماه فضیلت، ماه برتریت، ماهی که بهار انسان مؤمن و مسلمان است. در بهار اگر استفاده نکردی در تابستان و خزان چیز درو نمیکنی. والله رب العزت از این ما و شما رو محروم نگردانه، از خیر و برکتش محروم نکنه. باز به این خاطر در این هفته خواستیم که در رابطه با آخرین موضوعات از موضوعات ایمان آوردن به انبیاء علیه السلام که جمله مهمترین قضایای هست که امت پیغمبر صلی الله علیه السلام به او ایمان و عقیده داشته باشه و موضوعی که امروز در رابطه با او صحبت میکنیم اینمی موضوع فرق میکنه بین ایمان آوردن به انبیاء علیه السلام در امتهای گذشته و بین ایمان آوردن به انبیاء علیه السلام در امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. امتهای گذشته زمانی که به انبیاء علیه السلام ایمان می آوردن برادر اسلام مکلفیت ایمان آوردنشان چی گونه بود؟ به طور مثال در رابطه با قوم نوح علیه السلام صحبت میکنیم و شکل است که پیش از نوح علیه السلام هم انبیاء تیر شده بودن و خود نوح علیه السلام هم نبی و پیغمبر بود و در این هم شک وجود نداره که بعد از نوح علیه السلام انبیاء بی حد زیاد را الله رب العزت فرستاده دیگه، هود علیه السلام و صالح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام است. پس نمی قوم نوح علیه السلام زمانی که مکلفیت ایمان آوردن به انبیاء علیه السلام من حیث عناصر اساسی ایمان باید که تصدیق میکردن و باور میداشتن، اونا در قدم اول به نوح علیه السلام کسی که از جانب الله جل جلاله برایشان فرستاده شده بود به ایشان ایمان میاردن، به نبوتشان و به رسالتشان و به هر آن چیزی که میگفتن. و در قدم دوم در رابطه با تمام انبیایی که پیش از نوح علیه السلام تیر شده که بالاخره اولینشان آدم علیه السلام است، به کل از انبیا علیه السلام هم باید ایمان می داشتن و قوم نوح علیه السلام به این هم مکلف بودن که به این هم ایمان داشته باشند که بعد از نوح علیه السلام انبیای دیگه هم می آیا و به هر یک از اونها هم باید ایمان داشته باشند، هم به خود نوح علیه السلام، هم به کسانی که قبل از نوح علیه السلام بودن و هم به کسانی که بعد از نوح علیه السلام ایمان دارند. به این سلسله در رابطه با تمام انبیاء علیه السلام که وقتاً فوقتاً برای بشریت فرستاده شده، شک نیست که هر یکی از ایشان به نبی و پیغمبر دیگر بعد از خود بشارت می دادن و بشارت می دادن تا به وقت و زمانی که سلسله نبوت و رسالت در بنی اسرائیل به عیسی علیه السلام به پایان رسید و عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل اعلان کرد که من شما را بشارت میتونم به یک نبی و رسول دیگری که بعد از من میاد که نام از او احمد میباشه و بالاخره احمد هم به نبوت و رسالت مبعوث گردید که پیغمبر آخر الزمان میباشه. و زمانی که پیغمبر آخر زمان به نبوت و رسالت مبعوث گردیدن بالاخره برای امت اعلان کردن که انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، من آخرین انبیاء هستم، من کسی هستم که سلسله انبیاء را به پایان رسانیدم، خاتمه بخشیدم، لا نبی بعدی، دیگه بعد از ما کدام نبی و پیغمبر نیست.
در رابطه با عیسی علیه السلام قرآن مجید برای ما شما می فرماید که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی و مبشرا برسول و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. تصدیق کننده تمام انبیایی که قبل از ما هست و بشارت دهنده به رسولی که بعد از ما می آیند. اما زمانی که احمد و محمد صلی الله علیه و سلم به نبوت و رسالت مبعوث شدند، پس اعلان کردند که ما سلسله انبیا را به پایان رسانیدم، لا نبی بعدی، بعد از ما دیگه کدام نبی نیست. پس به این اساس مکلفیت امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الحمدلله ما و شما امتش هستیم، از امتی بودن انشاءالله رب العزت ما و شما را محروم نگردانه. در رابطه با ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام ای است برادر اسلام که ما در قدم اول به نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقرار میکنیم، ایمان می داشته باشیم، تصدیق و یقین کامل میکنیم که رسول و فرستاده الله رب العزت است. در قدم دوم به تمام انبیاء علیهم السلام که قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شدند، به هر تعداد نبی و پیغمبری که بوده تا به سلسله آدم علیه السلام، به همشان از صدق دل ایمان و یقین کامل می داشته باشیم. و در قدم سوم موضوعی که امروز در رابطه با او صحبت میشه، به این هم ایمان و تصدیق کامل می داشته باشیم که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام نبی و پیغمبر دیگر مبعوث نمیشه. ما به این یقین کامل داریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا هست و بعد از ایشان دروازه نبوت و رسالت بند شده و بعد از ایشان هیچ نبی و پیغمبر دیگر نمیشه. جزء عقیده ما شما در رابطه با انبیا علیهم السلام است برادر اسلام. خدای نکنه نمی عقیده اگر ما نداشته باشیم، به نبوت و رسالت پیغمبر اقرار بکنیم، به وحدانیت و یگانگی الله اقرار بکنیم و به نمی یقین نداشته باشیم که نبوت و رسالت با بعثت پیغمبر بند شده و به این زعم و گمان باشیم که گویا انبیای دیگه هم بعد از پیغمبر فرستاده میشه، به یقین بدان که در اسلام جایی نداری. ایمان از قلبت کوچ کرد. پس قضیه ایمان آوردن به ختم نبوت برادر اسلام متوجه باشین که جمله مهمترین قضایای هست که هم قرآن مجید و هم احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم اجماع امت و هم عقلا اگر انسان موضوع را بررسی بکنه با تمام از این منابع و مصادر، ما ثابت کرده میتونیم که نبوت و رسالت دیگه دروازش بند شده و دیگر نبی و پیغمبر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی آید. زمانی که در قرآن مجید مراجعه میکنیم برادر اسلام، شک نیست قرآن مجید در رابطه با این مسئله صراحت داره. صراحتی که غیر قابل تأویل است. صراحتی که غیر قابل تفسیر می باشه. والله رب العزت می فرمایه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن برام میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدر هیچ یک از مردهای شما نبود، مردهای شما نبود، یعنی به این معنی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کدام فرزند بزرگ از طبقه ذکور که به نام پسر یاد میکنیم نداشتند که به سن جوانی و بلوغ و مردی رسیده باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولاد ذکور برشان تولد شد، ابراهیم بود، قاسم بود، ولیکن در طفولیت وفات کردن، به سن بلوغ کسی نرسید. پس زید ابن حارثه زمانی که ما و شما میبینیم که پسر خوانده پیغمبر صلی الله علیه و سلم میباشه و زمانی که مشرکین گویا ادعا کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خانم پسر خود ازدواج کرده، زینب بنت جحش که در خطبه های دیگه هم براتون اشاره کردم که مسئله تبنی و فرزندی بود، الله رب العزت این از پیغمبر نفی کرد و گفت پیغمبر پدر هیچ یک از مردهای شما نبوده،
که شما گویا ادعا را میکنید که پیغمبر با خانم پسر خود که ما شما به نام عروس و یا سنو یاد میکنیم ازدواج کرده، به جهت از اینکه ازدواج با سنو و عروس برای خسر حرام میباشه، از محرمات ابدی شمرده میشه. و در پهلوی از او الله رب العزت از یه حقیقت دیگه موضوع را آگاه میسازه که ولیکن رسول الله، ولیکن فرستاده الله هست پیغمبر صلی الله علیه و خاتم النبیین و خاتمه تمام انبیاء علیه السلام میباشه. کلمه خاتم در قرآن مجید به دو قرائت خوانده شده برادر اسلام. یکی خاتم النبیین است که به قرائت حفص از عاصم رحمت الله علیه که ما و شما میخوانیم به فتح ت میباشه، خاتم. و در برخی روایات کلمه خاتم به کسر ت یعنی به زیر ت خوانده شده، خاتم خوانده شده گیسته. پس اگر ما کلمه خاتم و خاتمه هر دو در زبان عربی بریم و در قوامیس زبان عربی او را مورد مطالعه قرار بدیم، متوجه باشین که هر دوی از این کلمه دلالت به پایان یافتن نبوت و رسالت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکنه. اگر کلمه خاتمه از کلمه ختمه بگیریم، ختمه به معنای پایان یافتن معنا میده، ختم شدن معنا میده، یعنی یک چیزی که به صورت کامل به پایان میرسه و به سر میرسه، اینه میره در زبان عربی به معنای خاتم یاد میکنن و این صیغه اسم فاعل است. یعنی به این معنا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده الله و پایان دهنده انبیاء علیه السلام میباشه و خاتم النبیین یعنی به این معنا که خاتمه تمام انبیاء علیه السلام است. به چی معنا؟ یعنی به این معنا که با بعثتشان دروازه نبوت و رسالت بند شد و دیگه بعد از ایشان کدام نبی و رسول نمیآید. اگر کلمه خاتمه چنانچه برخی از قرای سبعه به کلمه خاتم خواندن، باز کلمه خاتم متوجه باشین که به کسر ت ای به معنای مهر معنا میده. باز این را در زبان عربی از کلمه ختم میگیرن، یکی از کلمه ختم است، یکی از کلمه ختم هست میشه. یعنی کل خود کلمه ختم در زبان عربی به معنای مهر معنا میده. همین مهر ما شما خود دیدیم دیگه، امی مهر چی وقت زده میشه، امی مهر چی وقت مانده میشه، هر زبانی که کل اجراءات صورت میگیره باز در آخر یک مهر میکنی دیگه خلاص اجراءات تمام شد. سبحان الله. هم به کسر تا و هم به فتح تا در هر دو حالت زمانی که ما این قضیه را بررسی میکنیم، هر دوی از این از خلال آیت قرآن مجید بر ما دلالت میکنه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پایان دهنده نبوت و رسالت میباشد و با بعثتشان در دروازه بعثت و نبوت مهر گذاشتن. یعنی مهر به چی معنا؟ یعنی به معنا که دروازه بند شد دیگه، بعد از ایشان دیگه کدام نبی و رسول نمیآید. این قرآن بر ما میگه برادر اسلام. در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که ما مراجعه میکنیم بدها حدیث پیدا میکنیم، بدها حدیث پیدا میکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را خبر دادن از اینکه ایشان آخرین انبیا هستند و بعد از ایشان دیگه کدام نبی و رسول نمیآید. نه تنها کیر صراحتن گفتن، ضمناً و اشارتن هم برای ما شما چیزها را بیان کردن. احادیثی که در رابطه با این صراحت داره برادر اسلام، یکی هم حدیث هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما خبر میده، خبر میده که در امت ما پیغمبرهای دروغی هم پیدا میشه، پیغمبرهای دروغی، کذابون، کسایی که به دروغ ادعای نبوت و رسالت میکنه و عدد از اونا را هم به 30 بر ما ذکر میکنه. 30 مدعی دروغ پیغمبر پیغمبری پیدا میشه. ولیکن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمه که متوجه باشین که انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما آخرین انبیا هستم، بعد از ما دیگه هیچ کدام نبی و پیغمبر نمیاد. هر کسی که بعد از ما ادعای نبوت رسالت میکنه دعوایش باطل است، دروغ است، کذاب است، دجال است،
مفتری می باشد، به الله و رسول افترا کردگی هست و او هیچ وقت نبی و رسول شدن نمیتونه، به جهت از اینکه ما خاتم الانبیا هستم و باب عیسیت ما دیگه دروازه نبوت و رسالت چی میشه؟ بند میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متبرکه خود این مسئله را برای ما شما ضمن یک مثال هم مجسم می سازه. مثال حسی برای ما می ده که تا ما بفهمیم که چه قسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین انبیا هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند برادر اسلام، مثال ما و مثال تمام انبیایی که پیش از ما فرستاده شده، یعنی همه معشر انبیاء علیهم السلام، مثال ما و مثال همه انبیایی که پیش از ما فرستاده شدن، مانند مثال یک قصر بسیار باشکوه و مجلل است. قصر بسیار باشکوه و مجلل که یک انسان ایره آباد کرده، یک قصر بسیار زیبا، یک قصر بسیار مجلل و بسیار باشکوه، یک انسان ایره آباد کرده و مردم به اطراف از این قصر میرن و دور میزنن و سر عجیب قصر است، چقدر زیبا است، چقدر مقبول و پر رونق است. ولیکن در نمی قصر با رونقی که نمی انسان آبادش کرده، در یک زاویه از این قصر یک خشت کم است، یک خشت کمبودی داره که اگر اینمی خشت کم بودیش هم پوره شوه، دیگه در جمال و زیبایی از این قصر دیگه هیچ کم بودی واقعی نمیمانه. میبینی که چقدر مثال زیبا میده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثال ما و مثال تمام انبیایی که پیش از ما فرستاده شده، مثال مانند یک قصر با شکوهی هست که یک انسان او را آباد میکنه و این قصر به حد مجلل می باشه، ولیکن در اینمی قصر در یک زاویه یزی یک خشت کم است دیگه. بطور مثال اگر ما دیوال ببینیم، در دیوال یک جای خشت کم باشه، بعد معلوم میشه دیگه. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که انا اللبینه، ما اونمو خشت هستم که اینمی قصر چی میکنم؟ تکمیل میکنم. پس این خشت که این قصر تکمیل کرد، آیا به خاطر از این خشت کدام کمبودی دیگه هم ما و شما داریم؟ نه، کمبودی دیگه نداریم. کمبودی دیگه که نداریم، نبوت و رسالت هم چه شده؟ به پایان رسیده. انا لبینه، ما مو خشت هستم که قصه چی میکنم؟ تکمیل میکنم. و انا خاتم النبیین، و ما آخرین انبیا هستم و سلسله نبوت و رسالت هم چه شده؟ به پایان رسیده. از به اساس برادر اسلام، زمانی که ما میگیم که ایمان آوردن به ختم نبوت جز عقیده انسان مؤمن و مسلمان می باشه، والحمد لله ما شما به این عقیده هستیم، شکر خدا را بکنید، سر بانید به سجده، و جهت از اینکه ما از عهد و زمان پیغمبر تا به امروز کسان را پیدا می کنیم که نه تنها که به ختم نبوت عقیده مند نیستند، بلکه خود از اونها میخزن دعای نبوت و رسالت میکنه. وی بزرگترین دلالت گمراهی از والله رب العزت به شما از اون نگاه بکنه برادر اسلام. پس این که ما الحمدلله به این عقیده مند هستیم و به این یقین داریم که پیغمبر آخرین انبیا هست و بعد از ایشان دیگه کدام نبی و پیغمبر نمی آید و نبوت و رسالت به ایشان به پایان رسیده، این بزرگترین نعمت پروردگار عالم است برادر احسان. وگرنه شما برین صاحب تاریخ مطالعه بکنین، برین جهان بررسی بکنین، امروز ما در جهان فعلی خود کسایی داریم که به این قضایا عقیده مند نیستن، خود مسلمان هم میگن، نماز هم میخوانن، حج هم میکنن، مسلمان هم خدا میگیرن، ولیکن به ختم نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم عقیده مند نمیشن. پس به می اساس است که از عهد و زمان اصحاب پیغمبر تا به امروز متوجه باشیم برادر اسلام که اجماع امت به یه چیز قائم شده گیست، اجماع امت به یه چیز قائم شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین انبیاء علیهم السلام هستند و بعد از ایشان کدام نبی و پیغمبر دیگر فرستادن نمیشه و هر کسی که بعد از ایشان، یه اجماع امت است برادر اسلام، از عهد و زمان اصحاب تا به امروز، و هر کسی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت و رسالت میکنه، دعواش باطل است، ناحق است و انسان دجال است و انسان دروغگوی میباشه،
و هر کسی که هم نبوت و رسالتش قبول میکنه از دایره اسلام خارج است، از دایره اسلام خارج است. بریم در عهد زمان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، کسی که خلیفه اول مسلمان ها بود و کسی که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما مسند خلافت گرفتن. از جمله مهمترین کارهایی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کرد چی بود برادر اسلام؟ آیا قیام در مقابل اینمی کسانی که ادعای نبوت و رسالت در عصرشان کرده بودند، یکی نه دو نیست پنج شش نفر سب خیسته، حتی برخ زنها خیسته بودند دعوای نبوت کرده بودند، سبحان الله. در چی وقت؟ در عهد و زمان ابو بکر صدیق. پیغمبر چشمش پوت نشه، مردم ها سب میخیزند دعوای نبوت میکنند. و حتی مسیلمه کذابی که همه ما شما با نامش آشنا هستیم، در عهد و زمان پیغمبر هم دعوای نبوت و رسالت کرده بود. پس اگر دروازه نبوت و رسالت بند نمی بود، پس چرا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه در مقابل از این دجالین، در مقابل از این دروغگوی ها، در مقابل از این انسان های گمراه که خیزند دعوای نبوت کردن، یکی پی دیگره فتنه شان آرام کرد؟ و شک نیست که فتنه خسارات بی حد سنگین را در تن امت ایجاد کرد. برادر اسلام، یک تعداد زیاد حفاظ قرآن مجید در به اسلام جنگ هایی که اشتراک کردن به شهادت رسیدن، تا بالاخره توانستن که فتنه دعوای نبوت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خاموش بسازن، تا برای امت نشان بدن که بعد از پیغمبر دیگر کدام نبی و کدام رسول نمی آید و هر کسی که در هر وقت و زمان ادعا می کنه ادعایش باطل و ناحق می باشه. بیاییم در عهد و زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام اعظم، از جمله اولین ائمه که واقعا توانستم که در رابطه با دین، در رابطه با اسلام و در رابطه با فقه اسلامی، در رابطه با عقاید اسلامی خدمات گسترده ای را انجام بدن، که امروز ما شاهد میلیون ها انسان هستیم که از مذهب ایشان پیروی میکنن. تمام کارکرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در رابطه با مذهبشان 30 سال بوده برادران، 30 سال. از سن 40 سالگی آغاز کردن و به سن 70 سالگی وفات کردن. ببینید که انسان را که الله رب العزت خیر و برکت میده، از ظرف 30 سال امام ابو حنیفه خدمت را انجام دادن که امروز از وفاتشان اضافه تر از 1400 سال میگذره. ولیکن ببینید که هنوز هم سب شرق و غرب سب از پیروانشان بود. در عهد زمان امام ابو حنیفه شخص خیز ادعای نبوت کرده، شخص خیز ادعای نبوت کرد و بالاخره گفت که مرا مهلت بدین که تا برای شما من نشانه های نبوت و رسالت خدا نشان بدم. مردم پیش امام ابو حنیفه آمدن و پرسان کردن. امام ابو حنیفه گفت که هر کسی که از پیشش نشانه میخواه کافر است. کسی که از پیش نشانه میخواه کافر است. چرا؟ با جهت از اینکه من اصلا به این نیاز ندارم که یک نفر بخیزه و ادعای نبوت بکنه و با این معجزه تا نشان بده. نه قطعا. با مجرد که دعوای نبوت صورت میگیره قضیش باطل است، دروغ است و کذب میباشه. ما منتظر علامه و منتظر معجزه نمی باشیم برادر اسلام. این جزء عقیده ما تو هست دیگه. یعنی به این معنی که تو از انسانی که دعوای نبوت میکنه، به طور مثال در عصر زمان ما تو یک نفر بخیزه بگه من نبی و رسول است و از جانب الله فرستاده شدیم و تو بخوای بر من معجزه نشان بده، معجزه نشان بده، یعنی به این معنی که تو به ختم نبوت پیغمبر شک کردی، تردید کردی دیگه. اگر تردید نمیکردی چرا خواهان معجزه ازو شدی دیگه؟ تو باید به یقین کامل داشته باشی که بعد از پیغمبر دیگه کدام نبی و رسول نبی آید. و زمانی که میگه با دهنش بزن به تو کذاب هستی، دروغگوی هستی و دجال هستی، و تو کسی هستی که پیغمبر 1400 سال پیش خبر داده بود که در امت من امت کذابین داخل میشه. پس متوجه باشین که در رابطه با اجماع امت، هم در رابطه با همه اتفاق نظر داره. محدثین، علماء علم کلام، مفسرین، فقها، همه اتفاق نظر به این دارن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین انبیا می باشه، با بعثتشان دروازه نبوت و رسالت بند شده و بعد از ایشان کدام نبی و رسول پیغمبر نمی و این جزء عقیده انسان مؤمن و مسلمان.
ولیکن باوجود از این قضیه برادر اسلام امروز هم ما برخی توایف داریم که مسئله ختم نبوت انکار میکنن. نه تنها که انکار میکنن بلکه از پیش خود هم انبیا و رسول دارن که با او چی هستن؟ عقیده مند هستن. و دو طایفه ای که امروز خود منصوب به اسلام میدانن ولیکن در اسلام کوچکترین جایی ندارن. یکی طایفه بهاییه میباشه، بهاییه میباشه و یکی هم طایفه قادیانه و احمدیه میباشه برادر اسلام. این دو طایفه که امروز به اسلام بالفعل وجود دارن و بالفعل به ختم نبوت و رسالت ایمان ندارن، عقیده مند نیستن. و از پیش خود بعد از پیغمبر هم انبیایی را به اسلام ایجاد کردن و به ایشان ایمان دارن. مرزا غلام احمد قادیانی که فرقه قادیانه را تأسیس کرد برادر اسلام، متوجه باشین که جمله فرقه های هست کنا به یه عقیده هستند که سلسله نبوت و رسالت بعد از پیغمبر هم ادامه داره. و به این خاطر مرزا غلام احمد قادیانی خود من حیث نبی و پیغمبر برای طایفه معرفی کرده و اینا کسایی هستند که خوب صلای سفید ها میزنن سب، خوب چینل ها هم دارن سب، حج هم میرن سب، نماز هم میخوانن سب، ولیکن بل ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان ندارن. متوجه باشین که علمای امت اینا را خارج دایره اسلام بر ما گفته. و جهت از اینکه چون قضیه ختم نبوت دیگه قضیه نیست که ما گفته باشم، قضیه نیست که ابو امام ابو حنیفه مطرح کرده باشه، قضیه نیست که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفته باشه، نه برادر اسلام. قضیه نبوت و رسالت قضیه است که ارتباط مستقیم با رب العالمین داره. رب العالمین انبیا را کی میفرسته؟ الله میفرسته. و انبیا علیهم السلام را که الله میفرسته ما و تو مکلف هستیم که به هر یکشان ایمان داشته باشیم. پس زمانی که مرجع و منبع و مصدر مرا میگه که من سلسله نبوت و رسالت بند کردم، دیگه برای هیچ انسان دیگه ای جواز نداره که بگه نه والا بند نیست، هنوزم فرستاده میشه. فرستاده میشه از طرف شیاطینت، فرستاده میشه، فرستاده میشه از طرف دجالایت، فرستاده میشه، فرستاده میشه از طرف جنیات شیاطین ابلیست، فرستاده میشه، از طرف الله فرستاده نمیشه. نبی و پیغمبر که از طرف الله میامد با بعثت پیغمبر دروازهش بند کرد دیگه. جز عقیده ماست برادر اسلام. ما نبوت ختم نکردیم و نه امام ابو حنیفه کرده و نه اصحاب پیغمبر کرده و نه خود پیغمبری دروازه را سر خود بند کرده، بلکه الله رب العزت گفته خلاص انسانیت تا به اینمی وقت کفایت میکنه، بعد از این عمر دنیا خلاص شد، جهان کائنات را که ما پیدا کرده بودم عمرش به پایان رسید، آل وقت و زمان آمده که انسانها آماده حساب شوند، آماده کتاب شوند، آماده پاسخدهی شوند، آماده از این شوند که چی کردن و چی نکردن. اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شده و محتاب هم شق شده. پس متوجه باشین که الله رب العزت که جهان و کائنات پیدا کرده، خلق کرده، بیهوده خلق نکرده برادر اسلام، پوچ خلق نکرده. و نه این جهان کائنات یک جهان کائنات مفتوح به استاد ابد مانده باشه، نه، این جهان کائنات وقت معین داره. شما باور بکنید که نمی قسمه که هر یک ما انسان ها از خود وقت معین داریم، وقت معین ما فرا برسه ولو در هر جایی که باشیم پنجه مرگ میایه و موت را از این دنیا میبره. با یقین بدانی که نمی جهان کائنات از خود وقت معین داره. این نمی قسمه که وقت زبان خود ما و خود ما معلوم نمی باشه که چی وقت مرگ از سراغ میرسه. شاید ما تو مسجد زنده نبراییم، شاید یک هفته باد، شاید یک ماه باد، حتی هم با کس معلوم نیست. و این شکل متوجه باشین که از عمر دنیا هم کسی آگاه نه. دنیا را کیا خلق کرده؟ الله خلق کرده. عمرش را کی تعیین کرده؟ الله تعیین کرده. و سو ذات میدانه که عمر دنیا با پایان رسیده دیگه. سلسله نبوت و رسالت که در امتهای گذشته جریان داشت او سلسله دیگه با بعثت پیغمبر چی میشه؟ قطع میشه و با قطع شدنش برای مردم خبر میده که متوجه باشین دیگه وقت و زمان از این دنیا با پایان رسیده، انسان ها خدا آماده حساب و کتاب پروردگار عالم بکنه. پس به اساس برخی کسانی که در رابطه با ختم نبوت عقیده مند نیستن برادر اسلام، متوجه باشین که ما
هم دلایل قرآنی برشان پیش میکنیم، هم دلایل از احادیث پیغمبر پیش میکنیم. اگر قرآن قبول نمیکنین، اگر احادیث پیغمبر قبول نمیکنین، عقلا ما تو را قناعت میتیم که ما دیگه به نبی و رسول ضرورت نداریم و نیاز نداریم. برادر اسلام، یعنی که الله رب العزت چرا دروازه نبوت و رسالت بند میکنه؟ نه؟ شاید در ذهن برخ ما و کاشتا بگرده دیگه که چرا الله رب العزت دروازه نبوت و رسالت بند کرد؟ و جهت از اینکه انسانیت بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه با نبی و پیغمبر اصلا نیاز پیدا نمیشه، اصلا ضرورت پیدا نمیشه. یعنی برای شما گفتم میتونم که اگر الله رب العزت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام نبی و پیغمبر دیگر را بفرسته، فرستادن نبی و پیغمبر بی فایده هست، بی معنا هست. و الله رب العزت از این به حد منزه و پاک و مقدس است که یک کار بی‌معنا و پوچ انجام بده. ذات حکیم است، حکیم. حکیم هیچ وقت کار بی‌معنا را نمی کند. خب چرا؟ بجهت از این که اگر ما در آیات قرآن مجید مراجعه بکنیم، برادر صاحب، قرآن مجید برای ما شما مرجع است. و ضرورت بعثت انبیاء علیهم السلام برای امتها بررسی بکنیم که خب امی الله رب العزت چرا در امتهای گذشته نبی و پیغمبر را می فرستاد؟ چی علت بود؟ اگر او علتها در ما امت هم وجود داشت، خب ما میگیم خواهی منتظر کدام نبی و رسول دیگه هم هستیم که الله رب العزت بفرسته دیگه. علت وجود داره، معلول هم باید وجود پیدا بکنه. و اگر علت وجود به نداشت، بس متوجه باشین که با معلول که در حقیقت بعثت نبی و رسول بعد از پیغمبر می باشه، با معلول هم کدام احتیاج پیدا نمیشه. به طور مثال اگر ما در آیات قرآن مجید مراجعه بکنیم، یکی از نیازهایی که الله رب العزت برای بشریت نبی و رسول می فرستاد، در حقیقت یک امت بود که برای از او هیچ نه کدام نبی آمده بود، نه کدام رسول آمده بود، در دلالت و گمراهی غرق بودند. پروردگار عالم به خاطر نجات از اونها نبی و پیغمبر را می فرستاد که تا اونها را ارشاد بکنه و راهنمایی بکنه. خب حالا شما بگید که برای ما امت نبی و پیغمبر فرستاده شده یا نشده؟ بدون شک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی تمام امت می باشه. امت پیغمبر متوجه باشین که علمای کرام میگن دو نوع امت است، یکی امت دعوت است، یکی امت اجابت. در این امت دعوت و امت اجابت کل انسانهای روی دنیا شامل میشه. برادر اسلام، شما ایتنه گویی که ولد امریکا خو نبی و پیغمبر نامده، در روسیه خو نبی و پیغمبر نامده، ولی در چین خو هیچ نبی و پیغمبر فرستادن رجب اونا ضرورت دارن که برایش؟ نه برادر اسلام، متوجه باشین که قضیه نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم غیر قضیه نبوت و رسالت موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام می باشه. به جهت از اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای تمام انسان ها تا به قیام قیامت که انسان میایه که نامش انسان است، ولو که در هر کنج دنیا باشه، متوجه باشین که نبوت و رسالت پیغمبر متوجه از او انسان می باشه. قرآن مجید میایه برای ما میگه یا ایها الناس و انی رسول الله الیکم جمیعا، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم ها، ما فرستاده الله به طرف شما هستم جمیعا همتان. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. تاکیدات خو میبینن، اگر تنها کلمه ناس هم ذکر میشد قضیه خلاص بود، ولیکن الله رب العزت میفهمه که و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو را به کافه مردم ها بشیر و نذیر فرستادیم. پس بعد از نبوت رسالت پیغمبر دیگه به نبی و پیغمبر ضرورت نمی باشه دیگه. این نبی و پیغمبر برای تمام انسانیت است، شرقش، غربش، جنوبش، شمالش، نبوت و رسالت پیغمبر چی میشه؟ شامل میشه. پس این به این معنی که در نمی عصر و زمانی که ما تو هستیم، در نمی عصر و زمانی که زافتر از 6-7 میلیارد انسان در روی زمین زندگی میکنه، متوجه باشین که نمی نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوجه نمی 6-7 میلیارد انسان در نمی عصر و زمان ما تو، و تا وقت و زمانی که الله رب العزت بخواهی که انسانی که در روی زمین با وجود می آیا، نبوت و رسالت پیغمبر متوجه. پس که متوجه شد دیگه رسالت به نبی و رسول دیگه چی فایده می آورد؟ علت دیگر که الله رب العزت برای
امتها نبی و رسول می فرستاد برادر اسلام، یکی هم ای بود که کسانی که نبی و رسول برشان فرستاده شده بود، امتها گرفتن تعالیم انبیاء علیهم السلام تحریف کردن، دستش زدن، از اصلیتش کشیدن، حقایقی که انبیاء علیهم السلام برشان گفته بود را از بین بردن و در رابطه با شریعت و رسالت نبی و پیغمبری که برشان فرستاده شده بود از پیش خود یک چیز جور کردن که هیچ ارتباط با وحی سماوی نداشت. یعنی به این معنی که تعالیم وحی سماوی که توسط انبیاء علیهم السلام آمده بود در بین امت به کلی گم شد و از بین رفت. پس الله رب العزت به خاطر هدایت دوباره از اونها نبی و پیغمبر را میفرسته که تا اونها را دوباره در راه راست و صراط مستقیم هدایت بکنه. خب این قضیه را بررسی بکنیم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بگوین برادر اسلام، کتاب را که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب الله آوردن، وحی را که الله رب العزت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده، تا به امروز که ما تو در سال 1440 هجری قرار داریم، کوچکترین تحریف دی واقع شده برادر اسلام، کوچکترین تغییر ده او آمده، کس دستش زده، زبر روزش تا و بالا کرده، به مو سچگی و پاکیزگی که پیغمبر آورده، به مو سچگی و پاکیزگی امروز در بین ما وجود داره. پس ما چی نیاز دارم که الله رب العزت یک نبی و رسول دیگه را برای ما بفرسته؟ تمام تعالیم موجود است در شریعت های دیگر. تعالیم انبیاء علیهم السلام تحریف می شد، حق و باطل با هم آمیخته میشد، ولیکن در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همه چیز واضح و آشکار است. نه تنها که قرآن مجید، بلکه الله رب العزت احادیث پیغمبر هم برای ما و شما چه کرده؟ نگاه کرده. امروز اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حیث فیزیکی با ما وجود نداره، ولیکن متوجه باشین که اقوال پیغمبر، افعال پیغمبر، کردارهای پیغمبر همش در بین امت واضح و آشکار است برادر است. پس چه حاجت است که نبی و پیغمبر دیگر فرستاده شود؟ الله رب العزت در امتهای دیگری که نبی و پیغمبر می فرستاد برادر اسلام، به جهت از این بود که انبیا در امتهای گذشته دعوتشان، رسالتشان، نبوتشان اختصاصی بود. اختصاصی به چی معنی؟ مختص به یک قوم، مختص به یک منطقه جغرافیایی، مختص به اصلاح به یک امت، به یک ملت. عام نبود برادر اسلام، عام نبود. و اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم. میبینید که عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل چی میگه؟ ما فرستاده الله به سوی شما هستم یا بنی اسرائیل. در وقت عیسی علیه السلام تنها بنی اسرائیل نه، صدها قوم دیگه وجود داشت دیگه. پس نبوت و رسالت پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اختصاصی بود و به این خاطر الله رب العزت در هر قوم و در هر ملت نبی و پیغمبر می فرستاد و ما شاهد هستیم برادر اسلام حتی در یک وقت و زمان، در یک قریه، در یک جای چندین نبی و پیغمبر به اصطلاح کار می کردند. زکریا علیه السلام، پسرشان یحیی علیه السلام و بعد از او عیسی علیه السلام آمد، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام پسرشان، لوط علیه السلام برادرزادهشان، کل از اینها به اصطلاح هارون علیه السلام، موسی علیه السلام یک جای سب کار می کردن. به جهت از این که چون نبوت اختصاصی بود، اما این مسئله را ما در نبوت و رسالت پیغمبر دیگه پیدا نمی کنیم. قسمی که پیشتر براتون گفتم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تمام انسانیت فرستاده شد. خب برای تمام انسانیت که فرستاده شد دیگه جای به خاطر کدام نبی و رسول دیگه میمونه برادر اسلام؟ قطعا نمیمونه. پس به این خاطر کسایی که ادعای نبوت و رسالت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنند، مانند فرقه های قادیانیه، مانند فرقه های بهائیه که امروز به در متن امت وجود دارند و خود مسلمان هم میگیرند، ولیکن به ختم نبوت ایمان ندارند، متوجه باشند که از دایره اسلام خارج هستند و ما تو به یقین کامل داشته باشیم که دروازه نبوت و رسالت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسته شده. خب شاید به ذهن ما سوال بگرده برادر اسلام، کمی قادیانیه یا احمدیه که ما تو میگیم یا بهائیه که میگیم، اونا چی دلیل دارن؟ یعنی یک نفر که مثلا دعوای نبوت و رسالت میگه یک دلیل خوب برای ما بگه، خب شک نیست که دلیل نداره، ولیکن با آن چیزی که مثلا برداشت نادرست خودش از آیات و قرآن مجید و احادیث پیغمبر است، با این برداشت های غلط و تفسیر های نادرست بالاخره برای خود توجیه میکنه که نه، دروازه نبوت و رسالت بند نیست و هنوزم نبی و رسول به چه شو فرستاده شد. به طور مثال در رابطه با آیه کریمه، قطع نظر از احادیث، قطع نظر از دلایل عقلی و اجماع امت، میاییم سر قرآن مجید که هیچ کس اختلاف نظر نداره و
و الله رب العزت صراحتاً بر ما میگه که ولکن رسول الله ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. ولیکن رسول الله بود و خاتمن. خب این خاتم النبیین چی تفسیر میکنه احمد قادیانی برای ما؟ بهاییت چی قسم تفسیرش میکنه برادر؟ متوجه باشون کنه خاتم النبیین قسمی که به اصطلاح علمای اهل لغت بر ما میگه که به معنای پایان یافتن یا خاتمه دادن یک چیز، اونا این قسم تفسیر نمیکنن. میگن مراد از خاتم الانبیا اینجا افضل الانبیا هست، یعنی خاتم الانبیا افضل الانبیا. پس افضل الانبیا که شد دیگه، یعنی ختم نبوتش دیگه ثابت نشد. ختم نبوتش ثابت نشد، خلاص بعد از او هم نبی و پیغمبر میای، خودشان میخوان صاحب دعوای نبوت میکنن و رسالت میکنن و برای ما شما دین جور میکنن. توجیه دیگه شون چی است برادر عزیزم؟ توجیه دیگه شون گوش بگیرین، از این بدتر میگه الله رب العزت گفته که ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ولیکن فرستاده الله و خاتمه بخشیده انبیا هست. نیست خاتمه بخشیده انبیا هست، ولیکن ما خو نبی نمیگیم، ما رسول میگیم. یعنی به این معنی که خاتم رسول خو نشد دیگه، خاتم النبیین شد. توجیهات ببینیم برادر عزیزم. شیطان زمانی که در انسان وسوسه میاندازه، در عهد و زمانی که الله رب العزت آیه کریمه را نازل کرد که هر زمانی که شما گوشت حیواناتی که برایتان حلال است میخورین باید که ذبح کنین و ذبحتان به نام الله جل جلاله باشه و گوشت مرده را نخورین. گوشت مرده را نخورین، کسی که خود چیزی که خود مرده هست، ولو که گوسفند است، ولو که گاو است، ولو که شتر است، که خودش مرده باشه گوشتش حرام است براتون، ولیکن شما گوشت حیوان را بخورین که به نام الله ذبح کردین. شیاطین آمدن سر وسوسه انداختن. عجیب، شما دستکشته خدا میخورین و دستکشته خدا را نمیخورین؟ او را که خدا کشته او را نمیخورین، یا که شما کشتین میخورین؟ یا سبحان الله، شیاطین ببین حیوان کی مردار کرده؟ الله مردارش کرده، الله به اصطلاح روحش گرفته دیگه، الله به اصطلاح از بینش برده. او را که خدا کشته میگه شما نمیخورین، او را که خودت میکشی میخورین؟ یوحی بعضهم الی بعض، نه گپ از دیگه. اینجا برای ما میگه که خاتم النبیین گفته دیگه، خاتم الرسول خو نگفته دیگه. من خو نبی نمیگم، من رسول میگم. مرزا غلام احمد قادیانی رسول از بعد از پیغمبر. الله یعظم الله، لا حول ولا قوه الا بالله. کما کن انسان توجیه بکنه برادر استم. در رابطه با تعریف نبی و رسول در ابتدای خطبه هایی که در رابطه با نبوت ما صحبت میکردیم برادر استم، براتون گفتم که زمانی که ما نبی و رسول هر دو کلمه هست که در قرآن مجید ذکر شده و علما با یه اتفاق نظر دارن که هر کسی که رسول است او در حقیقت نبی هم می باشه. چرا؟ هر کسی که شریعت جدید الله رب العزت داده باشه، کتاب جدید داده باشه، او مکلف است که به انبیای دیگه هم قبل از خود باید ایمان داشته باشه. ولیکن هر نبی رسول نمی باشه. پس زمانی که سلسله نبوت بند شد، سلسله رسالت خود به خود بند میشه، خود به خود بند میشه. حاجت گفتن نیست دیگه. قرآن کتاب معجز است برادر استم. قرآن از چیزهای اضافی خودداری میکنه. در قرآن چیز اضافی ما نداریم. هر کلمه از او بحر هست که هر قدر نوشته بکنیم اون روزم کم میباشه. و زمانی که قرآن میگه که و خاتم النبیین، دروازه نبوت که بند کرد، دروازه رسالت خود به خود بند میشه، به جهت از اینکه نبوت که نبود رسالت اصلا نمیباشه. چرا؟ به جهت از اینکه هر رسول باید نبی باشه. پس نبی که نبود رسول هم به طریقه اولا نمی باشه. پس یه از جمله توجیهات هست که با کمال تعصب بگیم که برخی کسا در رابطه با یه ادعای نادرست میکنن و با وجود که ختم نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم در قرآن هم در سنت و هم در اجماع امت ثابت است، ولیکن با وجود از این هم ما میبینیم که برخی کسای ادعا را میکنن و ما شما بهش وقتا فوقتا میشنویم، چی در کشور خود ما، چه در کشورهای دیگر، چی در عهد و زمان چی در عهد و زمان ابوبکر صدیق، چی در عهد و زمان امام علی، فای سلسله روان دوام است. ولیکن متوجه باشین که مکلفیت ما من حیث انسان مؤمن و مسلمان که به نبوت و رسالت پیغمبر ایمان داریم، مکلفیت ما ایست که ما به یقین کامل داشته باشیم که بعد از پیغمبر دیگه هیچ کسی نبی و رسول نیست و هر کسی که ادعا بکنه ادعایش باطل است و حتی از او به اصطلاح طلب دلیل هم نمی کنیم، طلب به اصطلاح معجزه هم نمی کنیم و طلب به اصطلاح نشانه هم نمی کنیم، بلکه دمی ابتدا که ادعا بکنه ادعای از او چی می باشه؟ باطل می باشه. یک مسئله دیگه که در رابطه با این میمانه نزول عیسی علیه السلام است برادر اسلام. برخی کسا که ادعا میکنن که گویا نبوت و رسالت پیغمبر به پایان نرسیده، استناد به نزول عیسی علیه السلام میکنن و شک نیست که عیسی علیه السلام در وقت و زمانشان هم نبی بودن و هم رسول بودن و هم کتاب انجیل برایشان نازل شد و هم برای قوم بنی اسرائیل دعوت کردن.
لیکن خصوصیاتی که عیسی علیه السلام دارن او خصوصیات هیچ نبی و پیغمبر دیگر نداره برادر اسلام دیگه. عیسی علیه السلام از جمله خصوصیاتی که دارن بدون پدر الله رب العزت ایشان را پیدا کردن و عیسی علیه السلام از جمله خصوصیات دیگه که الله رب العزت برایشان عطا کرده و در حقیقت هم برتریت انبیا یکی بر دیگری هست که عیسی علیه السلام الله رب العزت جسمن و روحن در آسمان بلندش کرده، یعنی بمانه که در یک جهان غیب انتقالشان داده، جهان غیب که یک روز از او به اندازه هزار سال موت می باشه، یک روز از او به اندازه هزار سال موت می باشه و عیسی علیه السلام جسمن و روحن در او جهان بالا شدگی هست و این حکمت پروردگار عالم است و در آخر الزمان از جمله نشانه های کبرای قیامت می باشه. نشانه های کبرای قیامت به چی معنی؟ یعنی زمانی که عیسی علیه السلام دیگه نزول میکنه دوباره به این مرض که خلاص دیگه قیامت دیگه برپا شدنش هیچ چیز دیگه نمانده و شک نیست که نزول عیسی علیه السلام هم در آیات قرآن مجید بر ما ثابت است و هم در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم. منتها متوجه باشید برادران که عیسی علیه السلام زمانی که نزول میکنه به خاطر از بین بردن دجال، عیسی علیه السلام هیچ وقت من حیث نبی و پیغمبر نازل نمیشه، بلکه من حیث یک امت پیغمبر صلی الله علیه السلام نازل میشه. و چقدر زیبا پیغمبر صلی الله علیه السلام میره برای ما تمثیل کردن، تمثیل نزول عیسی علیه السلام پیغمبر برای ما مجسم میسازن و میگن زمانی که دجال میایه و همه جای سای فساد برپا میکنه و مسلمان ها در مقابل از اون مقابله کرده نمیتونن، این همین جاست که الله رب العزت عیسی علیه السلام در مسجدی که در دمشق میباشه در حال پایان میکنه که از مویهایشان به ساق قطرات آب میچکه و دستایشان بالای دو ملکه هست، نازل میشن در مسجد در وقت و زمانی که مسلمان ها نماز صبح میخواین که انجام بدن. و در این موقع زمانی که عیسی علیه السلام پایان میشه و مسلمان ها نماز و صبح اقامت کردن، زمانی که امام مسلمان ها میبینه که عیسی علیه السلام دفتن به استاد چی میکنن؟ تعارف میکنن که پیش نماز بتین. عیسی علیه السلام در پشت سرش میزنه نه تو نماز بتین، در پشت امت پیغمبر اقتدا میکنه. برادر اسلام عیسی علیه السلام من حیث نبی و پیغمبر پایان نمیشه، عیسی علیه السلام من حیث امت پیغمبر پایان میشه و شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنه. پس هیچ وقت به این معنا نیست که ما به این بگوییم که عیسی علیه السلام خود در آخر زمان پایان میشه. او خواهم نبی و رسول است، صحیح نبی و رسول در وقت و زمانش بود، اما زمانی که در عهد و زمان پیغمبر پایان میشه من حیث امت پیغمبر پایان میشه. و پیغمبر این را برای ما بیان کرده که اگر موسی زنده می بود، اگر عیسی زنده می بود، با جز از این که از ما پیروی بکنه دیگر راهی نداشت، با بیست ما دیگه تمام شریعت های سماوی بالای چیز نست شده. بعد به این خاطر برادر اسلام متوجه باشیم که در رابطه با قضایای نبوات که الحمدلله ما شما صحبت های مفصل کردیم، در رابطه با معجزه انبیاء علیه السلام، در رابطه با عصمت انبیاء علیه السلام، در رابطه با صفاتشان، در رابطه با وظایفشان، این جزء عقیده و ایمان ماست برادر اسلام. هر یک ما باید چیزا را در رابطه با انبیاء علیه السلام بفهمیم. و آخرین چیزی که صحبت کردیم در حقیقت قضیه ایمان با ختم نبوت و رسالت است که الحمدلله همه ما شما به این عقیده هستیم و به این عقیده محکم باشیم و هر کسی که ادعا را میکنه ادعایش باطل و ناحق است، هم به نص قرآن مجید و هم به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم به اجماع امت. و هیچ وقت کسی ادعا را نکنه برادر اسلام، ادعا را نکنه که الله رب العزت زمانی که در امتهای گذشته نبی و پیغمبر میفرستاد به جهت از اینکه چون در امتها همیشه در پیشرفت و ترقی میباشند، امتها همیشه به پیشرفت و ترقی هستند و احکام جدید در امتها پیدا میشه و الله رب العزت به خاطر از این احکام انبیا را میفرسته که تا مردم ارشاد و راهنمایی بکنه. برخی کسا هم به این بانا ادعای نبوت و رسالت میکنن که از عهد و زمان پیغمبر تا به امروز 1400 سال سپریش ده و در این 1400 سال انسان بی حد پیشرفت و ترقی کرده، وقایع بسیار جدیدی در عصر زمان ما پیدا شده که در عصر زمان پیغمبر نبوده، پس ما این وقایع را چه قسم بتونیم که بررسی بکنیم؟ پس ما به نبی و رسول دیگه ضرورت داریم که بیای عصر و زمان ما را چی بکنه؟ بررسی بکنه. و آدم از این خبر نبود که الله رب العزت در عهد و زمان پیغمبر بر ما گفت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و آدم میگه پس نفهمید که الله رب العزت گفت من دین براتون تکمیل کردم. آیات قرآن نشنید که الله رب العزت گفت که و نزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء، ما قرآن بیانگر هر چیز برای تو چی کردیم فرستادیم.
شاید از این موضوع هم سوال پیدا شه خوبی قضایای جدیدی که ما امروز با او روبرو هستیم، این قضایای اینترنتی، این قضایای صفحات اجتماعی، این قضایای بنوکی که ما داریم، این قضایای طبی که هر روز داریم، این قضایای اسلحه و سلاحهای جماعی که ما داریم، این قضایا دیگه خب یکی از این در عصر و زمان پیغمبر نبوده، چه قسم ما میتونیم که در رابطه با احکام متوجه باشیم؟ برادر سم الله رب العزت که دین تکمیل کرده کل از این چیزهای کتاب و آخرین وقت و زمانی که انسان در روی زمین است، هر پیشرفت و هر ترقی که در روی زمین بیاید، متوجه باشون که هم قرآن و هم سنت پیغمبر احکام از روی چرا در بر داره. به این خاطر است که علما در هر وقت و زمان اجتهاد میکنن، سعی میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن که تا یه احکام از قرآن و سنت بگیرن. برادر ما در قدم اول در رابطه با منابع شریعت خود قرآن داریم. در قرآن که پیدا نکردیم در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنیم. در سنت پیغمبر که نبود، بعد پر تو قرآن و سنت ما میریم در اجماع امت و بعد از او قیاس میکنیم و بعد از عرف مردم رو میبینیم. کل از این چیزهایی هست که شریعت بر ما رایش آغاز گذاشته دیگه. به طور مثال امروز ما و شما در رابطه با مسئله هیروئین، مسئله چرس یا مسئله تابلت های به نام تابلت های که نامیده میشه که امروز با کمال تعصب این در بین جوان های ما رواج پیدا کردگی است، در رابطه با هیچ وقت در عهد و زمان پیغمبر چیزی نگفتن. در رابطه با سیگاری که امروز همیشه بسیاری ما شما مبتلا هستیم، در عهد و زمان پیغمبر خود چیزی نگفته. او برادر اسلام، اگر در عهد و زمان پیغمبر به نام سیگاری بر ما چیزی نگفته، به نام تابلت که بر ما چیزی نگفته، به نام هروئین چیزی نگفته، خب ما قواعد عمومی داریم دیگه. کل مسکر حرام، بس کل مسکر حرام، هر آن چیزی که نشاور باشه حرام است برد تا به قیام قیامت، که انسان ها هر آن چیزی که می سازند مادام که عقل از بین می بره، تو را سست می سازه، بی هوشت می سازه، بی خودت می سازه، متوجه شون که حرام است دیگه. حاجت چی داره که بسیار کدام کتاب دیگه برای ما تو نازل شد؟ پس ما توجه بشه قواعد بی حد زیاد در فقه اسلامی خود داریم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در قرن اول هجری زمانی که احکام استنباط میکردن، خودشان میگه که اول ما به قرآن مراجعه میکنم و بعد از او به سنت پیغمبر مراجعه میکنم و بعد از او به اجماع امت، اجماع صحابه، و بعد از او اقوال صحابه را میبینم. اقوال صحابه هر کدامشان که بود بهتر بود، خوبتر بود میگیرم و بعد از او من خودم اجتهاد میکنم، قیاس میکنم، عرف مردم را میبینم با آن چیزی که با شریعت چی نداشته باشه، مخالفت نداشته باشه. پس ما توجه باشیم که ما در فقه اسلامی الحمدلله ابواب بسیار بزرگی داریم. ما به نام استحسان یک چیز داریم، ما به نام سد ذرایع یک چیز داریم، به نام الضرورات تبیح المحظورات یک قاعده بسیار بزرگی داریم. برادران در تحت از این هر قاعده که به اصطلاح حوادث جدید بر ما پیدا شوه، برای در تحت از این چی میشه؟ داخل میشه. یک مثال میتونم براتون. به طور مثال پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حرمت و احترام انسان میتش و زندهش یک برابر میباشه. این همین قسمه که ما حرمت و احترام یک انسان زنده رو میکنیم، حرمت و احترام یک میت هم برای ما شما چی است؟ واجب میباشه. این همین قسمه که شکستاندن استخوان زنده جواز نداره، استخوان مرده را هم ما تو حق نداریم که به اصطلاح بشکنانیم. خب تسلیخ و تشریح که امروز به اصطلاح در طب میشه، در تدابت میشه، به اصطلاح مرده را مندازن چه پارچه پارچه کو استخوانش رو بشکنن دیگه، کو دیگه کو چی حکم داره دیگه؟ در عهد زمان پیغمبر خود یک چیز نبود دیگه، این تو تبابت پیشرفت نکرده بود که به اصطلاح چی بکنه. در تحت قاعده الضرورات تبیح المحظورات، این همین میته که ما میندازیم به اصطلاح شق میکنیم و میبینیم و دیگه میکنیم، به جهت از اینکه ما بتونیم که حیات و زندگی صدها انسان دیگه رو به اصطلاح چی بکنیم؟ از مرگ نجات بدیم، تداویشان و علاجشان رو پیدا بکنیم. پس متوجه باشین که ادعا هم غلط است برادران، که ما بگیم که علیاذ بالله شریعت اسلام کو نشده، مثل که امروز برخی کسایی که سیکولرها هستن و در رابطه با چیز دین نمیفهم میگن قرآن دیگه کو نشده، این قرآن دیگه عصر و زمان ما را مستاد چی کردن نمیتونه. از خدا بترسیم برادران، ببین این حالت هستیم ما. پس قرآن را که الله رب العزت ده وقت زمان تکمیل کرده، قرآن تا به قیام قیامت تکمیل است و هیچ چیز در انسانیت پیدا نمیشه که مگر قرآن و سنت پیغمبر پاسخگوی شد. پس پاسخگوی که بود، پس ما به نبی و رسول دیگه چی ضرورت داریم و چی نیاز داریم؟ آیا شما بگین که بعد از تمام از این چیزها بعثت و رسالت کدام نبی و رسول جدید بیفایده میباشه؟ نمیباشه. بیهوده میباشه؟ نمیباشه. پس الله رب العزت هیچ وقت کار بیهوده و پوچه انجام نمیده. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن. شک نیست برادر اسلام که ما در هفته جاری شاهد یک برنامه بسیار بزرگی در کشور هستیم که به نام جرگه شورای مشورتی صلح نامیده میشه. و شک نیست که هم صلح و هم شورا هر دو در اسلام از خود اساس بسیار محکم دارند. در رابطه با مسئله صلح قرآن مجید سراسر ما و شما را به طرف صلح و حرامی دعوت میکنه و در هر جای قرآن مجید ما و شما را از نزاع و کشمکش و ریختاندن خون منع میکنه و حتی برای کسانی که خون یک انسان مؤمن و مسلمان بنا حق به زمین میریزانند و عیدهای بی حد شدید در آخرت برایش داده شده که هم بالای غضب خدا هست هم در جهنم داخل میشه و هم عذاب بزرگ نصیبش میشه. و در یه هم شک نیست که الله رب العزت از طبیعت انسانها آگاه هست و او ذات میدانه که انسانها در طبیعتهایشان اختلاف وجود داره و خامخای اختلافات منجر به این میشه که بین خود بجنگن و قتل بکنن و یک دیگر خود بکشن، ولیکن این اصل نمی باشه. پس به خاطر برای ما ارشاد می فرمایه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طائفه مؤمن که هر دویشان به خدا و رسول ایمان دارن، به روز آخرت ایمان دارن، بین هم قتال میکنن و جنگ میکنن، وظیفه شما چی هست؟ سیل ببینین؟ نه، فاصلحوا بینهما، بین ایشان صلح بیارین. و بعد از او جهت تأکید در آیت بعدی بر ما میگه که انما المؤمنون اخوه، مؤمنا با هم برادر هستند. شک نیست که در برادری خفگی میآید، آزردگی میآید، ولیکن کدورت و حقد و کینه دیگه باید وجود نداشته باشه. پس به زودترین فرصت این خفگی و آزردگی باید برداشته شوه. فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرایتان صلح بیارین، آرامی بیارین، و اتقوا الله، از خدا بترسین. و شک نیست که شورا هم در اسلام اصل داره برادر اسلام. و امرهم شورا بینهم شعار اسلام است که کار مسلمان ها در بینشان شورا و مشوره می باشه. و الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ارتباط مستقیم با وحی سماوی داشت برایشان امر میکنه که وشاورهم فی الامر، در کارها با اصحاب مشوره بکو. و در برخی جایا پیغمبر به مشوره اصحاب عمل میکردن. ولیکن آن چیزی که در اسلام اصل نداره برادر اسلام، خیانت است، غدر است، فریب است، استفاده جویی از نام صلح است. و ای که صلح به خاطر یک جناح باشه، صلح به خاطر یک مصلحت انفرادی باشه، صلح به خاطر یک مصلحت سمتی و قومی باشه، اسلام شدیداً خلاف از این چیز است برادر اسلام. روز اولی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین شریعت سماوی را بر ما و شما آورد، بالای مسئله تعصب و انفرادگرایی خط بطلان کشید و گفت کسی که با تعصب می جنگه، کسی که از تعصب دفاع میکنه، کسی که با تعصب از دنیا میره، از صف ما خارج است. پس اسلام هیچ وقت غدر و خیانت نمیخواه، اسلام صلح میخواه. کدام صلح؟ صلحی که به نفع دین باشه، صلحی که به نفع تمام مسلمان ها باشه، صلحی که به نفع تمام ملت باشه. ما او صلح را چی بکنم که مصلحت یکی دو نفر در امت رح باشه؟ ما او صلح را چی بکنم که مصلحت یک جهاد در امت رح باشه؟ ما صلح را چی بکنم که مصلحت یک کشور دیگه در امت رح باشه؟ نه، ما صلح می خواهیم. و این صلح در قدم اول مصلحت دینی ما مطرح می باشه. صلح حدیبیه به هر ما شما معلوم است، جمله مهمترین وقایع و حوادث حیات و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلح حدیبیه است برادر اسلام. برین صلح حدیبیه را مطالعه بکنین که صلح حدیبیه هیچ گونه مصلحت نه با پیغمبر نه با اصحاب پیغمبر به هیچ کس نداشت. که حتی زمانی که پیغمبر بنده های صلح را با مشرکین نوشته میکردن، عمر رضی الله تعالی عنه غضب شد
و گفت ما را چی شده؟ ما ذلیل شدیم، ما خواجه یا پیغمبر چی میکنی تو؟ ای چی بنده های است که نوشته میکنی؟ آیا خودت میکنی یا وحی سماوی است؟ پیغمبر گفت وحی سماوی است. عمر قرار شد صلح به خاطر مصلحت دین بود برادر اسلام، و اینمی صلح حدیبیه بود که بالاخره مکه مکرمه فتح شد. صلح به خاطر ملت باشه، ملت آرام شوه، نه که صلح به خاطر مثلا یک گروه یک گروپ یک کشور بیگانه آرام شوه. پس به این خاطر تمام آن بزرگان که امروز در این جرگه مشورتی صلح ما در طول هفته آینده اشتراک میکنند، خطاب ما از این منبر هست که هر یکتان مسئول هستین. اتفاق نکنه که یک کارتا که براتان رئیس شده، یک چوکی که در اونجا به اصلاح حد شده، یک ده دوازده هزار در جیبتان انداخته شده یک همه کار. نه، تو که امروز در اونجا رفتی، مصلحت صلح را در رابطه با دین، مصلحت صلح را در رابطه با امت، مصلحت صلح را در رابطه با ملت، همه از این چیزها را در نظر بگی. و اگر تو به خاطر از این رفتی که صلح را به خاطر یک جناح، صلح را به خاطر یک فرد، صلح به خاطر یک طبقه، به خاطر از این رفتی که صلح به میان بیاری، به یقین بدان که در روز قیامت به حضور پروردگار عالم مسئولیت داری و الله از مسئولیت رسالت می کلکم مسئولون و کلکم مسئولون عن رعیته. هر یکتان مسئولیت دارین و هر یکتان در رابطه با مسئولیتتان بازپرسی میشید. شک نیست که دنیا تیر میشه برادر اسلام، ولیکن از پنجه مرگ هیچ کس فرار نمیکنه. مرگ عبارت از چیست؟ مرگ برگشت ما به سوی الله هست، اللهی که موتور پیدا کرده، وقت داده و زمان داده که چی میکنی و چی نمیکنی. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.